به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. به شهرآورد پایتخت خیلی خوش اومدین. از تهران، ورزشگاه بزرگ آزادی، صدای من رو میشنوید. ایرانیان بزرگوار همراه ما هستن و شهرآورد 102 رو با قضاوت بنیادی فرد تماشا خواهند کرد. ببینیم که تقابل جواد نکونام و گل محمدی که رفتن سمت هم دیگه، خوشوبشم کردن به چه شکل در نهایت به پایان خواهد رسید. 7 بار به علیرضا بیرانوند، 6 بار در رقابت این فصل تونستن کلین شیت بکنن. یارگیری نفر به نفر، پشت مواجهه جریمه، درگیری بازیکن‌ها با هم دیگه، داور سوت‌های ممتاز رو اونجا میزنه. آرمین سهرابیان داره با سروش رفیعی صحبت میکنه. علی نعمتی که با آرمین سهرابیان اونجا برخوردی رو داشته، عقب نفوذ به سمت سینه بازیکن و ضربه‌ای که اونجا زد و صورتش رو گرفت نعمتی و درازکش روی زمین قرار گرفت. در یک آن دیده میشه مهدی پور گرسنده بودم، یه دروازه ضربه سر آفساید هست اونجا و نزدیک بود دروازه پرسپولیس باز بشه. مهدی ترابی با پای راست گرسنده بودم، یه دروازه فرصت داره پرسپولیس، روی ریباند میره دروازه استقلال باز بشه و سید حسین حسینی نجات داد دروازه خودشون. بازیکن پرسپولیس میبینی با هم دیگه، اولی رو نعمتی زد، ریباندش دوباره نعمتی. بنیادی فر داور بازی بوده و منم گزارشگر بازی بودم. 13 آذر 1400 که بازی 0-0 مساوی تموم شده. ببینید این بار نتیجه به چه شکل رقم خواهد خورد. اسماعیلی فر گرسنده بودم، یه دروازه فرصت داره پرسپولیس، زاویه سر اول حسین کنعانی که روی پاش رفتن بازیکن استقلال و بالاخره دورش کردند. کمک داوران ویدیویی با هم می‌بینیم صحنه برخوردها رو گرفت بازیکن پرسپولیس رو و نداشت گولسیانی حرکت بکنه. یه برخورد دیگه اونجا بین روزبه چشمی و کنعانی و آرمین سهرابیان و شهاب زاهدی صورت گرفته، برخوردهایی که رفتن کنترل بکنن که میتونه پتانسیل گرفتن پنالتی رو برای پرسپولیس داشته باشه یا نه. میخواد اعلام بکنه، میره به سمت محوطه جریمه پرسپولیس، با دست اشاره میکنه کار رو باید دنبال بشه و خبری از پنالتی نیست. حامدی فر اما توپش در حالی زده شد که توپ بیرون رفته و پرچم بالاست. گرسال بلند پشت مدافعان استقلال رو هدف گرفتن و توپی که اونجا سید حسین بیرون میاد گرفته، پرچم بالاست، توپ به گل تبدیل میشه اما پرچم کمک داور بالاست و خطای مهاجم روی دروازه‌بان رو گرفت. با هم دیگه میبینیم صحنه آهسته رو، پاس بلند پشت مدافعان، توپی که این گونه سرلک با پای راست برای سروش رفیعی پشت محوطه جریمه، زاویه بی‌دقت سروش رفیعی در چارچوب نیست. سروش رفیعی ارسال بودن دید دروازه فرصت داره پرسپولیس و مدافعان استقلال به توپ میرسن و کوین یامگا جریمه پرسپولیس، زاویه سری که مدافعان پرسپولیس میزنن و حالا ترابی نتونست توپو خیلی هم دور کنه، توپ میتونه به دستش هم برخورد کنه، داور میخواد کار دنبال بشه و حالا اعتراض همه نیمکت نشینان استقلال رو هم به همراه داشتیم. صحنه این صحنه است که اینجا تو دستش هم خورد، پاس رو عقب بده رضاوند، پاس عالی، فرصت داره اونجا محمدی، باسم یامگا گرسنده کوتاه بلانکو تالش رو از دست داد، میگم پنالتی اونجا کادر فنی استقلال داد اینجا که معتقد بودن با برخورد مدافع پرسپولیس کنعانی توپو زده. سهرابیان با پای چپ یارسال روی دروازه که ضربه سر و مدافع پرسپولیس زد، بازم فرصت داره استقلال، بلانکو پچم بالا نیست و کار دنبال میشه، خود بلانکو صاحب توپه و علی بیرانوند دروازه بیرون رفت و توپو در اختیار گرفت. توی که برخورد کرد مدافع پرسپولیس، درگیری دو بازیکن با هم دیگه موفق، یامگا ارسال کوتاه و زمینی فرصت داره اونجا محمدی میشخه میزنه ضربه محمدی و نزدیک بود دروازه که بیرانوند باز میشه توی این صحنه. یه حرکت در میانه میدان توی گیری بازیکن استقلال و باز هم خطا، خطای کارت زرد برای بازیکن استقلال به همراه داشته. دست داور گرفته روزبه چشمی با جدیت باهاش صحبت میکنه اما فراخون بازیکن خطاکار رو و کارت زرد رو میگیره. بازیکن استقلال پاس بونه پشت مدافعان این تیم فرار کرد، اونجا شهاب زاهدی از دروازه بیرون میاد، سید حسین حسینی توپ در اختیار گرفت، توش رفیعی رد شد میخواد یه پا دو پا بزنه که موفق نیست و اسماعیلی فر مسیر رو بسته، یرسال بلند روی دروازه برای محمدی میتونه ضربه سر بزنه اونجا و
زده بود، میتونه سربازی پرسپولیس باز بشه، ولی بیرانوند توپ در اختیار گرفت. میبینیم با هم دیگه نرسید، یارگیری نفر به نفرم صورت گرفته بین بازیکن‌های هر دو تیم. دیگه این کارا قشنگ نیست که از توی تماشاگران حاضر در ورزشگاه انجام میشه. بیرانوند میره سمتشون و ازشون میخواد که آرامش خودشون رو حفظ بکنن. دو سه نفره بیاره، نزنید نزنید که قضیه تموم شه. مهدی مهدیپوره که باید اونجا توپو به گردش در بیاره با پای راست، ارسال بلند و کاتا روی دروازه زدیه سر خطرناک و بیرانوند توپو در اختیار گرفت. یه پاس رو به عقب خطرناک، این پاس اشتباه میتونه کار دست استقلال بده. حسینی تو زاویه سر دور کرد، پشت محوطه جریمه زاویه امید عالی شو و توی دروازه. چه تعویضی میکنه یحیی گل محمدی، باید بگیم همون همیشگی، یعنی امید عالی شو واسه برای پرسپولیس گل میزنه. کجا رفت؟ یکی بگیر امید عالی شو رو. پرسپولیس 1-0. سکوهای قرمز آزادی رفت رو هوا تا بازی 1-0 بشه. با هم که میبینیم صحنه آستر و یک کنترل، یه ضربه و توپی که رفت گوشه دروازه استقلال قرار گرفت. پرسپولیس 1-0 جلو افتاد. اون پاس رو به عقب کار دست استقلال داد. تعویض عمری آلیشا جواب داد. یعنی پیمان بابایی رو میخوام بفرستن همراه با رمضانی رو. چه شوتی زد بازیکن پرسپولیس، نزدیک بود دروازه برای بار دوم باز بشه. پرسپولیس 1-0 جلو میفته. این زبی محکم روی پای راست امید آلیشا است که توپش با اختلاف کمی به بیرون رفت. یامگا یک تمام گلی که برداشته، یه ارسال میخواد داشته باشه پشت محوطه جریمه آرش رضاوند، فرصت داره استقلال توی محوطه میتونه دروازه باز بشه. پنالتی هست یا نیست؟ فعلا خبری از پنالتی نیست. میره تصویر رو میبینه، به دفعات عقب میکنن تصویر رو، دوباره براش تصویر پلی میشه تا همه نکات مختلف رو ببینه. داور مسابقه رفت به سمت زمین، نه یه کار دنبال بشه، پنالتی نگرفت مورد بوندی فر و خودی هردانی یک کنترل، یه ارسال یه دروازه ضربه سر رمضانی، فرصت داره بلانکو، فرصت داره استقلال و هنوز دارن حمله میکنن پشت سر هم دیگه و بالاخره توپی که اونجا متوقف میشه بازم فرصت داره استقلال تو زمین پرسپولیس. تکل نزدیک داور میذاره کار دنبال بشه، بازم اعتراض جواد نکونام بازیکن استقلال روی زمین هست، همه میگن پنالتیه، داور میخواد کار دنبال بشه. موعود بنیادی فر من فکر کنم این دفعه جدیتر از دفعه قبل اعتراض طرفداری استقلال رو هم به همراه داره. وی ای آر نظر موعود بنیادی فر میگه وی ای آر پنالتی میگیره، پنالتی رو گرفت موعود بنیادی فر. کوین یامگا داور سود زده، یامگا حرکت میکنه میزنه و خلاف جهت پنالتی رو گل کرد. جواد نکونام هم میره به سمت نیمکت پرسپولیس، البته تا میانه های زمین. یامگا میاد سمت نیمکت استقلال و بازی 1-1 مساوی میشه. ذخیره های استقلال همه ذره اونجا شرایطشون ملتهب بوده. سیتوسین رسیدن ناراحت روی زمین صحنه آسته گل با هم دیگه میبینیم که بدین شکل خلاف جهت خیلی خوب زد کوین یامگا و دروازه رو باز کرد کن استقلال. بله چیزی که پیش می‌کرده بودم درست از آب در اومد. داور سود زد، شهرآورد 102 1-1 مساوی تموم شد.